سفارت روسیه: آمریکا باید شکست خود در جنگ افغانستان را بپذیرد. نماینده فرانسه در سازمان ملل: گروه طالبان به پشتیبانی از تروریسم ادامه می‌دهد. سراج الدین حقانی یک مانع بزرگ در بررسمیت شناخته شدن طالبان است. آیا جمهوری اسلامی ایران ناگزیر به رابطه با طالبان است؟ گلادیاتور طالبان از میدان بازی حذف شد و عملیات نظامی در هرات عملا آغاز شد. مشروع خبرها: سفارت روسیه گفت که ایالات متحده باید شکست در جنگ افغانستان را بپذیرد. به گزارش اسپوتنیک، سفارت روسیه گفت که واشنگتن باید بپذیرد که جنگ افغانستان با شکست ایالات متحده به پایان رسیده است. خاطر نشان می شود که تریلیون ها دلار مالیات دهندگان آمریکایی هدر رفت و برای افغانستان کارزار نظامی ایالات متحده یک تراژدی بود. از این رو هیئت خواهان رهاسازی به قید و شرط تمام وجوه از بانک مرکزی افغانستان شد. پیش از این در سال 1986 گورباچوف در حالی که به عنوان دبیرکل خدمت میکرد آغاز خروج تدریجی نیروها از افغانستان را اعلام کرد و در 15 دسامبر سال 1989 آخرین سربازان افغانستان را ترک کردند. نماینده فرانسه در سازمان ملل: گروه طالبان به پشتیبانی از تروریسم ادامه میدهند. نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل گفت که گروه طالبان همه پیمانهایش به جامعه جهانی را زیر پا کرده است و به پیشبانی از تروریسم همچنان ادامه می دهد. به نقل از اشت صبح، نیکولاس دیریو، نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل، این سخنان را روز دوشنبه در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بیان کرده و افزوده که تصمیم های طالبان در یک سال گذشته افغانستان را به پردگاه کشانده است. نماینده فرانسه در سازمان ملل قتل ایمانوئل زواهری رهبر القاعده در کابل را نمونه خیانت طالبان به تعهداتش عنوان کرده و افزوده است که طالبان همچنان به پناه دادن و حمایت از گروه های تروریستی به ویژه القاعده ادامه می دهند. سراج الدین حقانی یک مانع بزرگ در بررسمی شناخته شدن طالبان است. شبکه حقانی بر رابطه با القاعده و دیگر گروه های تروریستی ادامه داده است. انیسه شهید: نشریه دیهل در گزارش به بررسی جنگ قدرت میان طالبان، یعنی عضو شبکه حقانی و طالبان، طرفدار توافق دوحه پرداخت. در این گزارش که در 29 اگست منتشر شد به این مسئله اشاره می شود که حضور ایمانوئل زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل درباره رابطه رهبر این شبکه تروریستی با سراج الدین حقانی پرسش‌های را ایجاد کرده است. این که افغانستان را واقعا چه کسی اداره می کند و او برای ایالات متحده آمریکا چی معنی دارد. بر اساس گزارش این نشریه، سراج الدین حقانی کنترل سازمان‌های دارای قدرت مانند اداره اطلاعات، کنترل کابل و نیز نیروهای امنیتی طالبان را در اختیار دارد. سراج الدین حقانی یک مانع بزرگ در رسمیت شناخته شدن طالبان می باشد. گلادیاتور طالبان منزوی شده است. قاری فصیح‌الدین فدرت بدخشانی در نمایش نظامی عکس‌العملی سلطه طالبان در گوشه شبیه یک مهمان ناخوانده نشسته بود. حتی مجریان برنامه در فهرست نام‌های مهمانان از او نام نبردند. او که مأمور حذف جبهه مقاومت ملی بود، ناکام و سرخورده به نظر می‌رسد. کشته شدن دست کم 4 تن در نتیجه درگیری مسلحانه در ولایت هرات. منابع ملی در ولایت هرات میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و تفنگداران ناشناس در این ولایت رخ داده است. با گزارش اسپوتنیک، منابع مردمی میگویند که این درگیری روز چهارشنبه 9 سنبله در منطقه اسپین ادای از مربوطات مرکز شهر هرات میان گروه طالبان و یک گروه مسلح ناشناس دیگر رخ داده است. در نوارهای تصویری که از ولایت هرات به دسترس روزنامه اشت صبح قرار گرفته است، اجساد دست کم 4 تن نشان داده می شود که در درگیری با طالبان کشته شدند. در این حال یکی از مقام‌های محلی طالبان در هرات با تایید این خبر می‌گویند که چند تن از خوارج که بالای کاروان نیروهای طالبان تیراندازی کرده بودند پس از یک ساعت درگیری کشته شدند. آیا جمهوری اسلامی ایران ناگزیر به رابطه با طالبان است؟ جمهوری اسلامی از عامیان طالبان در 20 سال گذشته محسوب می‌شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که افغانستان هرچند دیگر دغدغه همیشگی آنان نیست، ایران نباید آن را به دشمنان بسپارد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید افغانستان کشور با ظرفیت بالای اقتصادی است، لذا ایران نباید این کشور را به دشمنان واگذارد. او میگوید هرچند افغانستان دیگر در حکم یک دغدغه، جمهوری اسلامی ایران را درگیر خود نکرده است، هنوز مسائل باقی است که باید حل شود.
کاظم قومی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اسنا میگوید طالبان حتما در پی کسب مشروعیت بین المللی هستند و بر آن اصرار دارند. ایران هم در شرایط امروز با طالبان تعامل میکند، اما تا دولت فراگیر تشکیل نشود آنها را به رسمیت نمیشناسد. با این حال خالی کردن از صدر افغانستان به این معنا است که تروریسم در آنجا قوی میشود و به سمت مرزهای ما هم کشیده میشود. قومی می افزاید نمی خواهم بگویم که آیا ماهیت طالبان دچار تغییر شده است یا خیر، اما واقعیت های روز باعث شده تا طالبان این دست را بیاموزند که اگر می خواهند مشروعیت جهانی کسب کنند باید حمایت کلی مردم را در داخل کشورشان به دست بیاورند. نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در ادامه می گوید که هرچند آمریکا در افغانستان شکست خورده است، اما همچنان به شرارت در این کشور دامن می زند و می خواهد که ایران را نیز درگیر این مسائل کند و می افزاید ما با آگاهی از مسائل از درگیری اجتناب کرده ایم. اشاره کاظمی قومی به درگیری های مرزی میان طالبان و مرزبانان ایرانی است که تاکنون چندین بار رخ داده و حتی تلفات هم به نیروهای جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است. کاظمی قومی چالش های امنیتی را باعث مهاجرت بیشتر افغان ها به کشورهای همسایه می داند و می گوید برای رفع این چالش باید تلاش کنیم تا ثبات در افغانستان بیش از همیشه ایجاد شود و رشد اقتصادی جلو مهاجرت های گسترده را بگیرد. کاظمی قومی همچنین می گوید که طالبان مانند داعش نیستند و می افزاید داعش همه را جز خود کافر می داند. بر این دلیل جمهوری اسلامی با طالبان در زمینه مبارزه با داعش همکاری کرده و این مسئله باعث شده است که داعش نتواند به سمت مرزهای ایران نزدیک شود. با این حال به گفته نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، هرچند دولت این کشور با طالبان در تعامل است، تا زمانی که در افغانستان دولت فراگیر ایجاد نشود آن را به رسمیت نخواهد شناخت. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با طالبان به گونه ناگزیری رسیده است. هرچند مسئولان دولت ایران میکوشند میان داعش و طالبان تفاوت عمیقی قائل شوند، واقعیت این است که دست کم در رابطه با ایران میان طالبان و داعش هیچ تفاوت نیست. هر دو گروه ایران و شیعه های آن را کافر میدانند و دشمنی ایدئولوژیک طالبان با جمهوری اسلامی ایران هرگز پایان نخواهد گرفت. دلیل این که گروه طالبان در حال حاضر نمیخواهند به صورت واضح وجوه اختلاف خود را با ایران نشان دهند، سیاست های موقتی آنان است، وگرنه هیچ تفاوت میان طالبان یعنی دور اول که دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران را در مزار شریف به قتل رساندند و مرزهای مشترک را همیشه ملتهب نگه می‌داشتند با طالبان امروز وجود ندارد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز ناگزیری‌های مشخص خود را دارد. طالبان از سوی یاران مشترک تهران یعنی روسیه و چین حمایت می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران برای دورنگه داشتن داعش از مرزهای خود نیز به طالبان نیاز دارد و مهمتر این که از دید جمهوری اسلامی ایران آمریکا دشمن مشترک دولت ایران و طالبان است، اما در واقع گروه طالبان در تعامل میان آمریکا و ایران جانب آمریکا را خواهند گرفت. نیاز فعلی طالبان به همسایگان متحد به دلیل فشارهای آمریکا برای تغییر برخوردها و شیوه حکومت این گروه حرف دیگری است، اما با شکلگیری کوچکترین روزنه ارتباطی میان طالبان غرب این گروه جمهوری اسلامی ایران را فراموش خواهد کرد. در مورد مبارزه طالبان با داعش نیز جمهوری اسلامی ایران با خوشبینی زیاده به مسئله نگاه می کند. دست کم در افغانستان تفاوت بارز میان طالبان و داعش وجود ندارد و این دو گروه در بسیار از مسائل نگاه مشترک دارند و همکاری می کنند. در مورد جمهوری اسلامی ایران همین نکته کاملا واضح است. کافی است فرصت کوتاهی برای طالبان ایجاد شود تا از زیر فشارهای سیاسی غرب خارج شوند، تا شاهد تنش‌های بیشتر در مرزهای غربی افغانستان باشیم. چنانچه این تنش‌ها را همین حالا نیز در مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای میانه شاهدیم. طالبان برای گرفتن زیرچشم از کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان که مخالفان طالبان را حمایت می‌کند، داعش و سازمان‌های جهادی را در شمال افغانستان حمایت می‌کند. در آینده همین وضعیت در مرزهای غربی افغانستان نیز قابل تصور است، زیرا دشمن ایدئولوژیک را نمی‌توان با تعامل سیاسی کوتاه‌مدت و حمایت های زمینی و مقطعی از بین ببرد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.